شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار، فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. منم به شما و شنوندگانتون، به خصوص هموطنان عزیزمون در ایران، سلام های گرم و درود های صمیمانه خودم رو سر تک تک اونها میکنم. جناب نقاشکار، باز هم بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر. بله، به هر حال ما با رژیمی فی‌الواقع سر و کار داریم که رژیم فی‌الواقع قرون وسطایی است، و وقتی هم میگیم قرون وسطایی، خب نسبت به اعمال و رفتاری که در درون ایران هست اون کلمه گفته میشه و اونم این رو این گونه تجلی میکنه این رژیم، با دار زدنهای لاینقطع، با سرکوب به اشکال مختلف و حتی از اسرا، زندانیانی که درون زندانها هم علی رغم دستگیری، محکومیت غیرقانونی و غیر انسانی، باز هم دست از سر اونها بر نمیداره، به سلولای انفرادی ضرب و شتم و عدم درمان و غیره. و یکی از شیوه هایی که اساسی و پایه‌ای این رژیمه که دائم به اون میپردازه مسئله اعدامه، که ما هم متاسفانه هر هفته ناچاریم به این جنایت قرون وسطایی رژیم ولی فقیه بپردازیم، افشا کنیم و به خصوص هدفش از این جنایت ها رو تأکید کنیم و چند باره تأکید کنیم که نشان از ضعف، ترس و بی‌ثباتی این رژیمه. در هفته ای که ما درش به سر میبریم، فی‌الواقع این هفته تا اونجایی که ما مطلع هستیم و تعدادی که خودشون اعلام کردن، حدوداً 9 نفر رو اعدام کردن. البته 8 نفر از اونها رو 11 خرداد ماه در زندان ارومیه، گروهی رو که روز سه‌شنبه، فی‌الواقع 2 گروه از زندان قزل‌حصار و زندان گوهردشت کرج به سلول‌های انفرادی بند 240 منتقل کردن، گروهی از اونها که مربوط میشه به زندانیان گوهردشت، حداقل 1 نفر رو مطلع هستیم که اون رو اعدام کردن. زندانی کورش زرینی 35 ساله، او از سالون 3 بند 1 زندان گوهردشت کرج بود. البته این زندانی پیش از این در زندان قزل‌حصار بود، واحد دو جایی که حدوداً 3000 تا 4000 زندانی در اون جای داره، تشکیل شده از 9 سالون و اکثر اونها در انتظار حکم اعدامن و دائم اکثر اعدام ها هم در استان تهران یا از همین زندان قزل‌حصاره. هست زندان های گوهردشت، ولی ابعاد بیشترین تعداد رو از اونجا منتقل می کنم به زندان وین و به دار می آویزونم. بله. این زندانی در جریان اعتراضات 2 سال پیش، چهارشنبه سوری، در اعتراض به اعدام های گسترده و گروهی، تمامی بند، تمامی واحد دست به اعتراض گسترده زدن، به طوری که واحد رو به تصرف خودشون در آوردن و در اونجا بود که
مامورین ولی یا زندانبانهای ولی فقیه آتش بر این روی این زندانیان بیدفاع گشودن و گزارش ها حاکی از اونه که تو در اون زمان 40 نفر در اثر اصابت گلوله کشته شدن، تعدادی زخمی و تعداد زیادی از اونها رو به بند سلولای انفرادی 209، بند 1 زندان گواردش و بند سپاه زندان گواردش منتقل کرد. از جمله کسانی که حدوداً 1 سال در سلولای انفرادی بود همین آقای کوروش زرینی بود و تحت شدیدترین فشارها و اذیت آزارها قرار دادند تا اینکه روز چهارشنبه 10 خرداد ماه در زندان اوین بیدار آویختند و اینگونه از اونهایی که از اون کشتار خونین بازموندن انتقام میگیره. این چندمین نفریه که تا به حال اون رو اعدام کرده. بله. گروه های دیگری که از زندان قزل‌حصار روز سه‌شنبه 9 خرداد ماه منتقل کردن هنوز از وضعیت و شرایطشون اطلاعی در دست نیست. البته بعضی از زندانیانی که به دلایلی حکم اعدام اونا به تعویق افتاده تأکید روی این مسئله دارن که در طی 2-3 هفته اخیر حدوداً 50 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدن. میدونی که تمام زندانیانی که در زندان اوین به دار آویخته میشن تو بند 240 هن و قاعدن زندانیانی هم که اعدام نمی کنن و به تعویق می افته گاهن 7 الی 10 روز اونجا باقی میمونن و خب شاهد اووردن و بردن این قربانیان خودش هستن. اکثر اینهایی که اعدام میشن فدواقع اتهام مواد مخدر. قبلا هم روی این توضیح دادیم که به هر حال قربانیان این رژیمن اون دزدی های 3000 میلیاردی که البته یک جنبه بسیار کوچکی از اون دوزی های عمده هست که افشا میشه. بله دقیقا. سلب میشه، یعنی همین اموال عمومی که باید صرف اشتغال، صرف تحصیل، صرف بهبودی زندگی مردم بشه، فقر رو دست این کسا میفته و از این طرف هم قربانیانش اینگونه یک جا قربانی میشن و به جای دیگه برای ارعاب به دار کشیده میشن. بله دقیقا. این قارت و چپاول و دزدی اموال ملت باعث فقر و بیچارگی و ناداری و هرچه بیشتر بیچیز شدن ملت رو در پی داره. از ظلم و فساد ذلت و فقر زایده میشه. دقیقا. به هر حال این مسئله ایه که و خب هدف هم از این اعدام ها علارغم میدونید که حساسیت بین الملل نسبت به این مسئله بسیار بالاست، چه در سطوح بشری و سیاسی و این رژیم هم میدونه که حساسیت بسیار بالاست، منتها علارغم همه اونها به خاطری که در درون ایران رو مرعوب کنه، مردم رو مرعوب میکنه، دست به اعدام‌های گروهی و گسترده میزنه که گاهن اعلام میکنه ناچار میشه و گاهن هم خوب اعلام نمیکنه. به هر حال در سطح زندان، در سطح محله یا در سطح محیط‌های کوچکتر این رعب و ایجاد خودش رو، رعب و وحشتش رو ایجاد می‌کنه. بله. همین مسئله، یعنی مسئله سرکوبش به شکل‌های مختلف که از جمله اون علیه زندانیان سیاسی، زندانیانی که به صرف اعتقادات سیاسیشون، به صرف فعالیت‌های میهم پرستانه، آزادی خواهانه و حقوق بشری یا دانشجویی بوده دستگیر شدن، در زندانها شکنجه شدن و فلواقع باید گفت غیرقانونی دستگیر شدن و همچنین غیرقانونی محکومیت های سنگینی رو برای اینها تعیین کردن. بله. حال که همه این شرایط رو، چه محکومیت های سنگین، وضعیت وحشتناک غذا که اکثر اینها از طرق تغذیه رنج میبرن، نبود بهداشت، نبود
درمان، درمان هم که یک اهرمی به عنوان اهرمی به کار میبره علیه زندانیانی که در اثر شکنجه ها و غیره دچار بیماری های مختلفی شدن، با عدم درمان سعی کرده ماکسیمم فشار رو زندانی بیاره. و تا به حال هم شاهدش بودیم که تعدادی رو متاسفانه جان خودشون رو در این مسیر به خاطر عدم درمان که خود قتل، از اونجایی که میدونه اعدام چنین زندانیان سیاسی تبعات سنگینی داره، از این طریق اقدام به حبس فیزیکی اونها میکنه. و اینکه تک نمود هم نیست عدم درمان، ما میبینیم به صورت سیستماتیک در همه زندانها وجود داره و خب خانواده هاشون، فعالین حقوق بشر یا رسانه ها به اون میپردازن و به عمد اون هیچ اقدامی رو انجام نمیده و سعی میکنه حد اکثر فشار رو از این طریق بر زندانی وارد کنه. بله. یکی از کسانی که در حال حاضر الواقع در شرایط بسیار سختی میبره زندانی سیاسی فرح واضحان هست. ایشون از دستگیر شده های عاشورا بودند که قیام گسترده و خونین عاشورا مدت ها همراه با دو فرزندش و همسرشون تو زندان، ابتدا در نقطه نامعلوم زندان های مخفی وزارت اطلاعات، سپس به بند 305-209 و ابتدا حکم اعدام و پس از اون در اثر اعتراضات بین‌المللی 17 سال تقریب یافت. ایشون خب دچار ناراحتی قلبی بودن، ولی اخیراً اینگونه که اونطوری که پزشکای بهداری زندان به اون اطلاع دادن دچار سرطان هستن و خب خود سرطان دردهای جانکاهی داره. بله. که با مسکن نمیشه اون رو دردها رو کاهش داد یا متوقف کرد، در صورتی که امکان انجام عمل جراحی و درمان و این زندانیان در بیمارستان ها هست، ولی به هم این کار رو انجام نمیده، کما اینکه در مورد آخرینشون زنده یاد منصور رادپور، پیش از اون خدا صابر و پیش از اون امیر حسین اشمت ساران یا زندانی بازاری زندانی محسن دکمچی و ده ها نفر دیگه که یه تعداد مشخص میشن و تعدادی خطن در زندانهای دیگه نامشخص باقی میمونه. دقیقا. بله. و خب این خود قتل، نه تنها قتل عمده، زرچ کش کردن زندانیان سیاسی. همین شیوه رو در حال حاضر علیه حسین رونقی ملکی یک وبلاگ نویس جوان به کار برده، در اثر شکنجه کلیش از کار افتاده و دائم وقتی فشارهای بین‌المللی یا رسانه‌ها میاره اون رو میبره به بیمارستان بدون درمان یا نیمه درمان، دوباره باز میگردونه به خود زندان و در شرایط طاقت فرسایی این زندانی رو قرار میده. همچنین ما شاهد این هستیم که زندانیانی که به هر حال در حال پی محکومیت قرون وسطایی و غیر انسانی خود به سر میبرن، یورش میبره به سلولهای اونا، اون هم نیمه شب ساعت 1:30، مورد اذیت آزار، توهین و بدون دلیل به سلولهای انفرادی منتقل میکنه که از جمله اونها زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی است. این زندانی سیاسی مدتی پیش به طوری تونسته بود که در میزگرد شرکت کنه که یا تماس بگیره که خود گزارشگر ویژه حقوق بشر حضور داشته و